خداوند بالای تو تاج میگذاره. هدیه از طرف کیست؟ از طرف خداست. شاب آله والدین گرامی، چی پدر چی مادر، مخصوصا مادر در راستای بحث دخترها بسیار مؤثر است. الحمدلله والمنه، امروز در حدود 150 شاگرد خواهر قرآنی ما و اطفال نازنین چی میشن؟ از مدرسه ام المؤمنین بی بی عایشه رضی الله عنها سند تصدیق میگیرن که از یک مرحله ارتقا کردن به مرحله دیگر. شک درش نیست که استاد محترم شما یک دنیا زحمت کشیدن که در این مرحله به الحمدلله شما چی شدین؟ رسیدین امروز که نعت شریف میخوانین، دعا میخوانین شما، قرآن میخوانین شما. آدم حظ میبره، لذت میبره. انصافا شما نمایندگی های ما رو میبینن دوستا، همه مختلف. چی با برادران اهل تشیع و خواهران اهل تشیع، چی با برادران و خواهران اهل سنت ما. ما دوست داشته باشیم یکی دیگه خدا، احترام بگذاریم. وقتی که احترام بود، دوست داشتن واقعی بود، الفت ایجاد میشه، محبت ایجاد میشه. این محبت الفت ثمره چی است؟ شکوفایی است. شما میدونید در افغانستان مشکل اصلی چیست؟ محبت و عطوفت و رحمت و قلبی وجود نداره. همه چیز شده شعار. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قرآن میفرماید تفرق ولا تفرقوا، شما متفرق نشوین. متفرق در قوم، متفرق در مذهبی، تفرق در لسان، همه چی شده در قرآن مردود گفته شده. قرآن میگه انما المؤمنون اخوه، مؤمنان با هم چی هستن؟ برادر هستن. شما اهل قرآن هستن میدونن به الحمدلله. خب یکی از اهداف برنامه دینی و قرآنی ما اینی است. من نمیخوایم وکیل شوم، خارا توجه داشته باشم. نمیخوایم وزیر شوم، نمیخوایم رئیس جمهور شوم. نه مبارزات سیاسی داریم ما، هیچ چیز. تا امروز دیدن مبارزات سیاسی در رسانه؟ شاید تو روز باشه در 10 رسانه بودیم، در 10 رسانه فقط سخن قرآن گفتیم بس. و نه نیاز دارم. چرا؟ به خاطر که ما قاری قرآن هستیم. اینقدر عظمت داده قرآن بر ما، اینقدر عظمت قرآن بر ما داده که هر چقدر که شکرانگی بکشیم کم است. الطاف الهی است. این دست کم نگیریم. وقت قرآن میخوانیم دست کم بگیریم. دخترم میره مرکز قرآن دست کم گرفته شود، بچه ها میره مراکز قرآن دست کم گرفته شود. نه، قرآن بسیار عظمت داره. چه وقت به عظمت قرآن پی برده میشه که از مفاهیم قرآن آگاهی پیدا بکنه. چقدر خوب آیات اینا ترجمه کردن، چقدر زیبا ترجمه کردن آیات. خب وقتی که آیات خوانده میشه با مفهوم و با ترجمه و با معانی خوانده شد لذت بخش است. اما به حمدالله امروز فقط هدف اصلی واقعی از این مرکز فقط برنامه دینی و قرآنی بوده و ترویج فرهنگ والای قرآن در جامعه بوده و با هیچ کس هم روبرو نیستیم، با هیچ کس هم تضاد نداریم اصلا. یک جامعه خودجوش، خودتان حمایت کردین مثل که امروز حمایت شده. کی حمایت کرده؟ شما ایجا آمدین 4 دانه موتر گرفتین، کی حمایت کرده؟ این مادرها و فامیلا بودن یا نه؟ خودتان به حمدالله آمدین. جا و مکان ما که از خود شما هستن، ایرام عزیزا همکاری کرده من تا حد در توان خود بنده حقیر بود، دیگران که عزیزان تامیال همکار هستن از داخل و خارج افغانستان این حمایت کردن و امروز پس در خدمت شما مردم قرار گرفت در اینجا. ما از این بعدش افتخار داریم به حمدالله که یک مکان مستقل و هدفش رساندن پیام قرآن نه تنها به افغانستان، به جهانیان. زهرای محمد نعیم، ساره نبی الله. بسم الله الرحمن الرحیم.
الرحیم. یک سلام خاص برای شیخ عبدالکبیر حیدری که قاری برتر دنیا حاضرین در مجلس و یک سلام دیگر دارم به استاد نازنین ما که ما را برای راست رسان و با گرفتن چونین محفل قدر علما نزد مردم زیاد می شود تا دیگران هم نیست تشویق شوند و در راه خدا قدم بردارند.